سلام 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 های گرم خود ما را در ما و تیم کلیسای آریانا تقدیم یکایک شما عزیزان دل خداوند میکنم. امید که هر جایی که هستین، از هر کجایی که با ما هستین، خوب و جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و وقتهای خوب و خوش را در کنار فامیل و در کنار دوستان و عزیزانتان و اقاربتان سپری کرده باشین و سپری کنید. و ما سلام ها و احترامات گرم خود از امی پشت امزی صفحات تلفن و تلویزیون و شبکه های ماوری تقدیم شما میکنیم. آمین که روزهای خنکک خزان بر شما به زیبایی به خوشی سپری شود و خداوند همه شما عزیزان ما را برکت بده. چقدر خوشحال هستیم که امیالی از طریق های مختلف، از طریق یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و همینطور شبکه های ماهواره همراه شما هستیم و مهمان خانه های شما و شما مهمان از این کلیسا. همه عزیزانی که امیال برای اولین دفعه هستند در کلیسای آریانا قرار میگیره و شما هم خوش آمدید میگم و مطمئن هستم و باور معی هست که اتفاقی نیست یا اثر اتفاق و اثر چی میگن؟ اتفاق ناخواسته نیست که شما در یک کلیسا قرار گرفتین. مطمئن هستم که خداوند برای شما عزیز دل خداوند برنامه داره و خداوند میخواد که شما از این پرستش، از این کلام برکت بگیرین و اونایی که ماها سال هاست که کنار هم دیگه هستیم، مطمئن هستم که امروز خداوند کار دیگه با شما داره، یک پیغام دیگه برای شما و زندگی روحانی شما داره و خدا رو شکر میکنیم که در این زمان در این مکان با هم دیگه هستیم. چقدر زیباست که فصلها سالها عوض میشه. فصلهایی که پاییز است، بهار است، تابستان است، خزان میشه، زمستان میایه، اینا هیچ کدامشان شبیه هم دیگه نیست و همینطور کارها و برنامه های خدا، پلانهای برنامه های خداوند برای همه ما مثل هم نیست. برای هر کدام از ما تازگی خاص داره و این زیبایی از این خدا هست. همین خدایی که فصلها را خلقت کرده و خلق کرده، ایمه خداوند خدای ما و شما هست و این خدا برای ما هم نیکو هست و همینطور که فصل ها نمیمانه، آلش میشه، چین میشه، برای ما هم فصل های زندگی ما همینطور نمیمانه، به یک نواق و پیش نمیره. اگر امروز شما عزیز دل خداوند، نمیدارم که شما در چه شرایطی هستی، در چه وضعیتی هستی، اما میخوایم که از کلام خدا برای شما یه وعده رو بدم که خداوند همراه شما هست، خداوند شما رو دوست داره و برای شما برنامه داره. امروز اینجی هستی تا او اراده خدا رو بهتر درک کنی. امروز در این مکان قرار داری تا دل خدا رو نسبت به خودت بهتر بفهمی و پلان زورا در زندگی برای شما مکاشفه شود و او فکر خداوند برای شما عملی شود. خدا رو شکر میکنم برای وقت و زمانی که با همدیگه خواهیم داشت. در این زمان در این پرستش با همراه همدیگه هستیم، یک دل و یک رأی نام خدای زنده را که قابل و لایق از ستایش های ما هست را بیافرازیم و بلند کنیم. چقدر زیباست که ما میتونیم در مورد مسائل مختلفی تفاوت نظر نداشته باشیم و گپ بزنیم، هم نظر نباشیم، ولی در یک چیز میتونیم توافق نظر داشته باشیم، در او پرستش خداوند، نیکویی خداوند را به یاد آوردن و نام از را در زندگی ما بلند کردن. این دلیل جمع شدن های ما هست و خدا را شکر برای محبت و یک دلی که در مسیح خداوند با هم دیگه داریم. و واقعا چقدر زیبا هست که کلام خداوند برای ما و شما برکت داره و امروز وقتی که آماده می شدم برای از اینکه با هم دیگه باشیم و کلام خدا رو می خواندم، چقدر از یک آیه بسیار برکت گرفتم و خواستم این آیه رو با شما شریک بسازم و با هم دیگه پرستش کنیم. از همه شما عزیزان دل خداوند دعوت کنم که در این پرستش همراه باشین با من. در یوحنا، انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 اینطور میگه: در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و با بانگ بلند ندا در داد که هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد.
که هر که به من ایمان آورد همان گونه که کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. این آیه بسیار برای من زیبا و دلنشین بود، بسیار برای من امید بخش بود. امروز میخوایم که این آیه را تقدیم شما کنم که هر کی که به او ایمان دارد. امروز شما هایی که در کلیسا قرار دارید، برادر خواهرای من که شما به عیسی مسیح ایمان دارید، شاید اصلا در کلیسا نیستی، به عیسی مسیح ایمان دارید، اگر در چالش و مشکلات هستی، اگر در سختی هستی، اگر در مصیبت هستی، اگر در نگرانی و پریشانی به سر میبری، امروز این وعده کلام خدا برای من و برای شما هست. هر کی که به او ایمان داره از بطن از او نهرهای آب حیات جاری میشه. خدا با این کلامش به ما و تو امید میبخشه که اجازه نمیده که شما و ما در سختی و چالشی که هستیم بمانیم و تا ابد همو باشه. خداوند او را عوض میکنه، همونطور که فصل ها عوض میشه، خداوند او شرایط ما را عوض میکنه. خداوند در او شرایط سختی ما را و تجربه های نو از حضور خودش میبخشه و ما را تجربه های نیکو از شیرینی و نیکوی خودش میبخشه. بیاین که امروز با هم دیگه این خدایی را که کلامش میگه نیکو و عالی هست، بی نظیر و بی مانند هست را بپرستیم و با او ایمان داشته باشیم که از بطن ما در زندگی ما نهر آب حیات جاری میکنه، نهر آب تازه جاری میکنه و او فصل ها عوض میشه، جنج میشه، عالیش میشه برای ما و ما در او وضعیت نخواهیم بود. کلام خداوند در جای دیگه میگه خوشا به حال ترشنگان و گرسنگان در رو. امروز اگر خواهر من، برادر من تشنه و گرسنه از این هستی که چی باید بکنی، چه تصمیمی باید بگیری، چطور باید عمل کنی، پس کلام خدا میگه بیاین با هم دیگه پرستش کنیم که او از بطن شما در زندگی شما نهرهای آب حیات جاری میکنه، نهرهای آب تازه جاری میکنه که زندگی شما تبدیل شود. او خدا خدایی هست که به یک شرایط، به یک مکان قرار متعلق نیست. او در همه جای، در همه حال منتظر ما هست و میخواهد که ما درک کنیم او پلان از او را، برنامه از او را، دل از او را، اراده از او را در زندگی ما درک کنیم. پس از شما برادر من، خواهر من دعوت میکنم که با هم دیگه یک دل و یک رای با یک صدا خداوند ما رو بپرستیم که این خداوند از بطن ما نهرهای آب حیات جاری کنه تا تازه شویم، برای یک شروع تازه، برای یک فصل نو آمادگی داشته باشیم که خداوند اینطور نام خودش در زندگی ما و شما جلال بده و بلند کنه و ما ببینیم و بچشیم که خداوند نیکوست. آمین. پس با همدیگه این سرود رو میخوایم، میگیم خداوند ای پرستش نهر آب حیات هست که از قلب و جان ما سرچشمه میگیره و میخوایم تقدیمتو کنیم. پس با هم دیگه پرستش کنیم و با هم دیگه این سرود روحانی رو زمزمه کنیم. این از نهر پرستش های ما جاری به سوی تخت تو، چشمه to
خداوند پدر تو رو شکر میکنم برای ای که امروز ما به تو ایمان داریم. خدایی که متعلق به یک مکان، متعلق به یک زمان، متعلق به یک شرایط خاص نیستی. خدایی که در هر زمان، در هر شرایط، در هر جای با ما هستی. تو رو شکر میکنم و تو رو میپرستم. خداوند امروز آمدیم که بگم که تشنه و گرسنه روی تو هستم. تشنه و گرسنه خداوند ای هستم که کلام تو بر ما مکاشفه شود. کلام تو بر ما خداوند نمایان کنه و اراده تو را، فکر تو را، دل تو را ای خداوند. امروز خداوند خودم زندگیم را، خداوند اولادای ما خداوند تقدیم تو میکنم و تسلیم تو هستم خداوند. و میخوایم که از کلام تو خداوند بشنویم که از طریق از این کلام تو با ما صحبت کنی، از طریق پرستش ها جان مرا، روح مرا تازه کنی. خدای قدوس تو را شکر میکنم برای که تو خدای زنده هستی. تو خداوند سکوت نمیکنی بلکه با قلب و جان ما صحبت میکنی. امروز خداوند تقدیم تو هستم، تسلیم تو میشم ای خداوند تا اراده تو را درک کنم و در این اراده زندگی کنم ای خداوند. امروز خدای زنده تقدیم تو هستم و قلب خودم و فکر خودم تسلیم تو میکنم و تقدیم تو میکنم ای خداوند. توی که شایسته هستی که با تمامی این فکر و قلب تو رو پرستش کنیم. تو رو شکر و گذار هستیم و در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را. تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را. هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من. تسلیمت کنم وجودم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من. تسلیمت کنم وجودم را، تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را. تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را. هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من. تسلیمت کنم وجودم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من. تسلیمت کنم وجودم را. خدا را شکر برای سرودها، برای که خداوند تقدیم از او میکنیم. اعتماد کردن به عیسی مسیح هرگز پشیمانی نداره. هر وقت من خودم شخصا هر وقتی که به خداوند اعتماد کردم، راه های از او را پیش گرفتم، هیچ وقت پشیمان نشدم، هیچ وقت شرمسار نشدم. و امروز دعای ما برای شما عزیزان همی است که راه های ما را، زندگی ما را تقدیم از او کنیم و از اعتماد کردن به این خداوند پشیمان نشوید و ادامه بدیم. خدا را شکر برای که پرستش های ما را ادامه میتیم. شاید اینجی در روی از این زمین یک سرود یا دو سرود
در می وقتی که داریم بتانیم با هم دیگه بخوانیم. اما پرستش خداوند در هر زمان و هر شرایط ادامه داره و در این کلیسا، در این جمع، در این زمان می خواهیم که ادامه بدیم با شنیدن از کلام خداوند. می خواهیم با هم دیگه دعا کنیم برای برادر ما و دعوت کنیم که کلام خدا رو با ما شریک بسازه. پدر جان تو رو شکر میکنم برای برادرم دانیال، تو رو شکر میکنم برای از او را خداوند انتخاب کردی تا کلام تو را در راستی، در امانت، در وفاداری خداوند با کلیسای تو در میان بگذاره. دعا میکنم برای برادر دانیال عزیز که کلام او را برکت بدی، قوت عطا کنی، مس کنی خداوند، سخنان زبانش خداوند و نیتهای دل او مد نظر تو باشه. و همینطور دعا میکنم برای خودم و برای همه عزیزایی که این کلام را شنونده هستیم. دعا میکنم که این کلام در زندگی ما ریشه بدوانه و خداوند بتانیم به تو اعتماد کنیم، بتانیم با تو زندگی کنیم، بتانیم هر روزه با تو راه بریم. این کلام را در زندگی ما هم برکت بده و از طریق کلام خداوند با ما صحبت کن. تو رو شکر میکنیم در نام عیسی مسیح کلیسا بگه آمین. برادر دانیال عزیز سلام میگیم به شما و خوش آمد میگیم به کلیسای خداوند. مانده نباشید، آمین که این روزهای خنکک پاییزی بر شما هم و خوشی سپری شود. برادر جان همه ما مشتاقانه منتظر هستیم که از کلامی که شما برای ما در میان میگذارین برکت بگیریم. برکت خداوند پیش و پیش بر شما باشه و ما همه ما منتظر هستیم. بفرمایید. من هم سلام میکنم بر شما خواهر شهرناز عزیز. تشکر از شما در این هدایت عالی در دعا و پرستش. دعای برکت میکنیم براتون و همینطور سلام میکنم به همه شما عزیزان و همراهان گرامی در کلیسای خداوند، در کلیسای آریانا. دعا میکنم که این لحظات ما در حضور خداوند برکت یافته تر باشه. هفته گذشته در رابطه با یک زنی صحبت کردیم در موضوع داوری نکردن. در رابطه با زنی صحبت کردیم که تعدادی مرد او را میارن پیش مسیح و مسیح و از مسیح میخواین که او را بر اساس شریعت یهود داوری کنه، قضاوت کنه. ولی متوجه نبودن که مسیح خداست، کلمه مجسم خداست و جنس داوری مسیح جنس خداگونه دارن، نه انسانگونه. و مسیح این زن رو بر اساس چشمان شفا یافته داوری میکنه، چشمانی که از جنس چشمان خداست و او میتونه زندگی این زن، گذشتهش، آیندهش، همه چیزش رو میتونه بررسی کنه. و او مردان نمیتونستن، مردان محدود بودن به احساسات خودشان، شریعت و مذهب خودشان، خشمشان و یا هر آن چیزی که باعث شده بود اونها بدونن که من میتونم این را داوری کنم، میتونم زیر سوال ببرم. ولی اگر یادتان باشه در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که عیسی میخواد ما با چشمان شفا یافته به دیگران نگاه کنیم، چون اگه چشمان ما شفا یافته نباشه نمیتونیم به اونها کمک بکنیم. و در مسئله داستان هفته گذشته به این اشاره کردیم که چطور تویی که در چشمت یک چوب است میخوای یک پر کاه رو از چشم برادرت بیرون بکشی، چون نمیتونی ببینی و قدرت دیدت ضعیف است و تو نمیتونی این کار انجام بدی. پس نیاز به یک چشمان شفا یافته داریم. از این جهت باز هم در این هفته ما با یک داستانی برخورد میکنیم که در این داستان هم عیسی با یک شخصی ملاقات میکنه که او شخص از نقطه نظر دیگران داوری میشه. او در جامعه‌ای قرار گرفته که او جامعه داوری میشه، مردمی که از نقطه نظر مردمی دیگر داوری میشن و خود شخصی که در او جامعه زندگی میکنه و خودش هم، خود او شخص هم از نقطه نظر مردم جامعه‌ای که در او زندگی میکنه داوری میشن و این داوری کردن ها منجر به محدود کردن و محکوم کردن میشه و نمیتونه باعث نجات و رشد و یا تغییر اشخاص و افراد یک جامعه شود. پس ما نیاز داریم با یک چشمان شفا یافته نسبت به مردم و دنیای پیرامون خود نگاه کنیم، جنسی از جنس چشمان مسیح. ما نیاز داریم مثل مسیح فکر کنیم، مثل مسیح ببینیم، حرف بزنیم و برخورد کنیم. در انجیل یوحنا باب 4 داستانی هست که در رابطه با زن سامری هست. این داستان خیلی طولانی هست و نیاز هست که شما با حوصله بشینید و از ابتدای داستان تا انتها را
با دقت بخوانید. ولی من اشاره به قسمت های مختلفی از این داستان میکنم و میخوایم با هم مبحث امروز رو دنبال کنیم که چرا من این عنوان رو انتخاب کردم که ملاقات در چاه تنهایی، و داستان از این زن چی هست؟ چرا تنهاست؟ و چرا در تنهایی ما نیاز به حضور یک شخص داریم که بتونه ما را بلند کنه، ما را امید ببخشه و به ما یک جانی تازه برای ادامه بده؟ و ببینیم که در این داستان زن داستان و عیسی مسیح چه برخوردی با هم دارن، چه پرسش و پاسخهایی شکل میگیره و عیسی چقدر حوصله‌مند است، چقدر آرام است برای اینکه بخواد به یک نفر کمک کنه. در انجیل یوحنا باب 4 داستان عیسی و زن سامری را با هم میخوانیم. سامریان مردمی بودند که به نوعی خود متعلق به بنی اسرائیل میدانستند. چرا؟ چون اونها میگفتند ما هم فرزندان اسرائیل هستیم. اسرائیل نام دیگر یعقوب هست، به معنی حالا شاید شاهزاده باشه. و سامریان خود متعلق به یعقوب و فرزندان اسرائیل میدانستند، ولی یهودیان وقت یا اورشلیم معبد، فریسیان و صدوقیان و یهودیانی که در اونجا در یهودیه زندگی میکردند، سامریان رو نجس یا ناپاک میدانستند و اینها رو جزو فرزندان یعقوب نمیدانستند. چرا؟ چون سالها پیش سامریان با مراوده کردن با دیگر اقوام، زن گرفتن از اونها، دختر دادن به اونها، باعث شده بود که اینها از او جامعه بیرون شوند و خود جدا بکنند. از این جهت یهودیان در یهودیه یا در معبد اورشلیم اونها را دیگر یهودی نمی دانستند. در واقع اونها را نجس و یا ناپاک می دانستند و بارها بارها با توهین و تحقیر و کلمات زشت با اونها برخورد می کردند. ولی وقتی عیسی مسیح در داستانهای کتاب مقدس یا مثلها تلاش میکنه این موضوع را به یهودیان معرفی کنه که شما نگاهتان به سامریان چطور هست، برخوردتان چطور هست، رفتارتان چطور هست، بارها از سامریان مثال میاره. و اینجا هم در انجیل یوحنا در رابطه با زن سامری صحبت میشه و عیسی باز هم میخواهد نشان بده که رابطه برقرار کردن چطور باعث برکت یک قوم میشه. زمانی که خداوند به ابراهیم وعده میده که از تو قومی بزرگ به وجود میارم و از طریق قوم تو دیگر اقوام برکت خواهند گرفت، اشاره به این موضوع میکنه که من خدایی هستم برای تمام اقوام و از طریق رابطه با قوم اسرائیل میخواییم خدا به اونها آشکار کنیم تا اونها هم مرا بشناسن. هی از این جهت نیستش که شما یک نام و آوازه داشته باشید که تنها ما قوم برتر هستیم، تنها ما نژاد برتر هستیم، تنها ما پسران و دختران خدا هستیم و دیگر اقوام نجس هستند، ناپاک هستند یا غلام و برده هستند. و یهودیان این را اشتباه متوجه شده بودند و اجازه نمیدادند دیگر اقوام وارد قوم بنی اسرائیل شوند و یا اسرائیلیان برن با دیگر یهودیان برن با دیگر اقوام وارد رابطه شوند و مراوده داشته باشند و این مراوده ها منجر به ناپاک شدنشان میشد. امیالی هم در فکر میکنم در اسرائیل اشخاصی هستند که هنوز همینطور برخورد میکنند. موضوعات زیادی هست که اونها را ناپاک میکنند. موضوعات زیادی هست که اونها رعایت میکنند تا از دیگر مردم جدا باشند. و اینها اشتباه متوجه شدن، چون هدف خدایی نبود. هدف خدایی بود که در همه جا پرستیده شود، در همه جا نیازهای فرزندان خودش یا انسانها را برطرف بسازد، نه تنها در یک جغرافیای خاص یا یک مکان خاص یا یک زیارت خاص یا یک زبان خاص. او خدایی برای تمام قومها و ملتهاست. پس وقتی وارد داستان زن سامری میشیم، میفهمیم که این زن از سامره است. سامره یکی از مناطقی بود که از نقطه نظر یهودیان یا کسانی که در یهودیه ساکن بودن، مردم اون منطقه ناپاک و نجس بودن یا وحشی و برده بودن. و عیسی در مسیر خودش و با شاگردانش از یهودیه به جلیل از سامره رد میشه. به صورت معمول یهودیان وقتی میخواستن به جلیل برن از
منطقه مثلا از یهودی ها میخواستن به جلیل برن، اینها از سامره رد نمی شدن. چرا؟ چون مردم سامره را خطرناک می دونستن و یا ناپاک می دونستن. ولی عیسی تصمیم میگیره که از سامره عبور کنه. شاید شاگردان مسیح همین سوال را از او پرسیده باشن، استاد چرا از سامره؟ مطمئنا عیسی به اونها اجازه نداده و یا گفته از سامره بریم. مطمئنا در سامره قرار یک اتفاقاتی بیفته که شما در جریان نیستید. پس اولین قدم مسیح در داستان زن سامری میتونه ارتباط برقرار کردن با دیگر اقوام باشه. امروز ما به عنوان مسیحیان، کسانی که به مسیح باور داریم، چقدر تلاش میکنیم که با دیگر اقوام وارد رابطه شویم؟ چقدر تلاش میکنیم که با نزدیکان خود که حالی برادران ما هستند، خواهران ما هستند و اونها پیرو به یک مذهب یا یک شریعت دیگر هستند، چقدر تلاش میکنیم که با اونها وارد رابطه شویم، با اونها نزدیک شویم، خود با اونها نشان بدیم، آشکار کنیم، در راستی، در حقیقت خود افکار خود با اونها شریک بسازیم. عیسی وقتی این قدم رو برمیداره و با سامریان وارد رابطه میشه و میخواد از سامره عبور کنه، به شاگردان خودش چه در او زمان و چه در این زمان یاد میده که ما دعوت شدیم به این که با دیگر اقوام وارد رابطه شویم. منظور از رابطه، رابطه پرستشی و یا موضوعات مذهبی نیست، رابطه ای از جنس حضور خدا در بین دیگر اقوام، برای برکت دادن اونها، برای آشنا کردن اونها با خود، با اندیشه خود، با زندگی خود، با رفتار خود، برای برطرف کردن نیازشان، محبت کردنشان. و این میتونه اندیشه باشه که به ما کمک بکنه که اونها رو دعوت بکنیم، اونها رو محبت بکنیم و اجازه بدیم اونها هم وارد شوند و ما رو بیشتر بشناسن. بعضی وقتا ما پنهانکاری میکنیم و نشان نمیدیم، یا بعضی وقتا انتخاب میکنیم و نزدیک نمیشیم. شاید در بین ندانمگرایان یا کسانی که بی خدا هستند، کسانی که همجنسگرا هستند، در این وقتی که در این دورانی که ما میشنویم، یا اسلامگرایان تندرو که گروه های مختلف تندرو اسلامی را ساختن، نمیفهمم، از با اسامی مختلف در سرزمین خود ما، اونها اسلامگرایان تندروی هستند که دائم ظلم میکنن. خب اونها هم نیاز دارن که با مسیح آشنا شوند. پس مسیح در قدم اول یا در هدف ای داستان، هدف اصلی ای داستان، یکی از موضوعاتی که مسیح به او میپردازه این هستش که با دیگر اقوام وارد رابطه میشه. دیگر اقوامی که یهودیه اونها را نجس، ناپاک، کافر یا برده و غلام خطاب میکنه، عیسی با همونها وارد رابطه میشه. وقتی که وارد داستان میشیم، میبینیم که عیسی در کنار یک چاهی میشینه، یعنی در کنار چاهی که هیچ کسی حضور نداره، و شاگردانش میرن به یک شهری نزدیکتر یا یک منطقه نزدیکتر برای از اینکه یک مقدار خوراک تهیه کنن و برگردن پیش عیسی. چرا؟ چون خسته بودن، پیاده روی کرده بودن، تشنه بودن و نیاز به خوراک و آب داشتن. از این خاطر عیسی میره در کنار از او چاه میشینه. و وقتی در کنار از او چاه میشینه و زن سامری میایه، ما هدف داستان رو بیشتر متوجه میشیم که هدف مسیح از کجا شروع میشه و چطور شروع میشه. وقتی زن سامری به چاه میرسه، عیسی از او آب طلب میکنه، میگه به من جرعه آب بده. وقتی داستان رو شما بخونید بهتر شاید این موضوعات رو درک بکنید یا طرز برخوردها رو بهتر بتونید درک بکنید. حالی به خاطر نبود وقت من نمیتونم داستان رو به صورت آیه کلیش بخونم. وقتی عیسی از او آب طلب میکنه، زن سامری موقعیت خود بر از او آشکار میکنه، میگه چطور توی که یک یهودی هستی از یک زن سامری آب طلب میکنی؟ میگه یهودیان که با سامریان مراوده نمیکنن، یهودیان خودت دور میکنن از سامریان، تو چطور خودت اما نزدیک کردی یک، و چطور داری از یک زن آب طلب میکنی؟ چون یهودیان هم با زنان در تنهایی صحبت نمیکردن، جزء شریعتشون بود و اونها از زنان فاصله میگرفتن مگر اینکه کسی دیگری اونجا حضور داشته باشه و اونها با زنان وارد رابطه شوند و صحبت بکنند، و به صورت معمول اونها با زنان صحبت نمیکردن.
از این جهت او زن سامری از عیسی پرسان میکنه که اولی که تو یهودی هستی و دومی که چرا از من میخوایی؟ من یک زن هستم. یک یهودی مگه میتونه از یک زن یک چیزی بخواه او بخواه؟ و عیسی جواب خیلی جالبی به این زن میده. شخصیت از این زن هم یک شخصیت خیلی جالبی هست، خیلی اهل پرسیدن هست، اهل صحبت کردن هست، یا حتی اهل به چالش کشیدن هست و عیسی رو به چالش میکشه، از او پرسان میکنه، میگه تو که یهودی هستی چرا از ما او میخوایی؟ شخصیت زن سامری هم یک شخصیت خیلی جالبی هست. و ساعتی که عیسی در اونجا قرار گرفته وسط روز، او ساعت هم یک ساعت پرسش برانگیز است. چرا در وسط روز و چرا زن سامری در وسط روز آمده که او بگیره از او چاه؟ چرا در تنهایی؟ اینجا شاید من بتونم از این فرصت استفاده کنم تا در رابطه با عنوان پیام امروز صحبت کنم که منظور از ملاقات در چاه تنهایی چی هست. وقتی داستان رو میخوانیم، در قسمتی از داستان، من یک قسمت جلویی رو باید اشاره کنم و برگردم دوباره به مسیری که داشتم میرفتم. وقتی که جلوتر میریم و میخوانیم، متوجه میشیم که این زن در گناه زندگی میکرده و همیشه گناه باعث تنهایی انسانها میشه. چرا؟ چون که مجبور هستن خود پنهان کنن، از شرم، از قضاوت، از داوری. و وقتی خود پنهان میکنن، از ساعتها و زمانها و مکانهای استفاده میکنن که دیدنشن. و زن سامری دقیقا داره همون کار رو میکنه. در وسط روز، در گرمای روز، در تنهایی او میبرد. دیگر زنان میگه چه ساعتی میامدن؟ معمولا اول صبح و یا نزدیک های غروب، برای از اینکه هم هوا خنک‌تر است و هم در او وقت او بیشتر نیاز دارن برای تمام روز یا برای سبا که بتونن از او استفاده کنن. ولی این زن در وسط روز میآید، به نوعی میخوای از دیگران فاصله بگیره. و وقتی که ادامه میدیم، متوجه میشیم این زن در گناه زندگی میکنه و دلیل تنهایی او گناه است. و یکی از موضوعات پیچیده زندگی بشر در عصر امروز موضوع تنهایی هست. انسان ها تلاش میکنن که تنهایی خود برطرف کنن، از هر راهی، مسیری، هزینه ای استفاده میکنن تا کمتر تنها باشن. تلاش میکنن که با تنها نبودن شادی بیشتری را وارد زندگی بکنن، ولی بسیاری از مواقع در انتخاب های خودشان اشتباه میکنن، همونطور که این زن اشتباه کرده بود. وقتی جلوتر داستان رو میخوانیم، میبینیم این زن 5 تا شوهر داشته، یعنی با 5 مرد زندگی کرده و امیالی با کسی زندگی میکنه که او شوهرش نیست. این زن برای از اینکه تنهایی خود برطرف کنه، بارها بارها با اشخاص مختلفی وارد رابطه و یا ازدواج میشه، برای از اینکه اون نیاز خود برطرف کنه، اون نیازی که به شادی داره، اون نیازی که به حمایت داره، اون نیازی که به عشق داره، ولی مثل اینکه پیدا نکرده، مثل اینکه در هر آزمایشی دچار خطا شده، در هر برخوردی، در هر انتخابی موضوعاتی بوده که او درست رفتار نکرده. ولی برخورد عیسی یک برخورد بسیار درستی هست، یک برخوردی از فیض و محبت هست. عیسی مثل مردمان پیرامون از او زن، او را داوری نمی کنه که به او کمک نکنه یا او را محروم کنه یا محکوم کنه یا قضاوت کنه. عیسی اتفاقا رفته اونجا در چاه قبل از او زن نشسته تا منتظر که او بیاید. این برخورد مسیح برای شفای از اوست، برای نجات از او از گناه است، برای دادن زندگی تازه به او هست. اینجا میتونه به نکته دوم یا مورد دوم یا هدف دوم داستان برسیم، که هدف دوم داستان زن سامری چی میتونه باشه. این داستان اهداف خیلی زیادی داره، ولی من تانستم فقط 3 تا را انتخاب بکنم برای از اینکه بتونی به اون 3 تا برسیم. هدف اول میتونستی باشه مراوده با دیگر اقوام. چرا؟ چون که وقتی ما صاحب برکت میشیم، دعوت میشیم که به دیگران نیز برکت بدیم، پس به اونها نزدیک میشیم، با اونها وارد رابطه میشیم، همونطور که عیسی با زن سامری و یا سامریان وارد رابطه شد تا چیکار کنه؟ تا خود به اونها معرفی کنه و به سوالات اونها پاسخ بده، همونطور که زن سامری سوالهای زیادی از مسیح داره و از او پرسان میکنه و مسیح را به چالش میکشه.
و موضوع بعدی یا هدف دوم میتونن نجات از گناه باشن. چه هدفی بالاتر از این که خدا بخواهد یک کسی را از تنهایی بیرون بیاره؟ ولی لازم است که او را متوجه گناه خود بسازه، متوجه خطای خود بسازه، متوجه انتخابهای اشتباه خودش بسازه، بعد از او بتونه او را بیرون بکشه. پس عیسی باید او را در راستی خودش داوری کنه، یعنی کاری بکنه که او شخص اول خود داوری کنه و با صداقت به حضور خدا بره. یعنی برای از اینکه نجات پیدا کنی باید یک اعتراف صادقانه داشته باشی، باید یک حضوری در صداقت و راستی داشته باشی بر ای که بتانی شفا را دریافت بکنی. پس این میتونه خیلی مهم باشه. مورد دوم پس میتونه نجات از گناه باشه. و زن سامری چقدر برای خداوند ما عیسی مسیح مهم بوده که بر از او وقت میمانه، میره با او وارد صحبت میشه، وارد رابطه میشه، سوالات او را پاسخ میده و بر از او پیشنهاد میده. خیلی جالب است وقتی داستان رو میخوانیم، عیسی مسیح از زن سامری او طلب میکنه و میگه مرا به من او بده. من وقتی وارد از این داستان میشدم و سوال دیگری در ذهن من شکل میگرفت که عیسی چرا باید از او او بخواد و چرا باید با این کلمه شروع بکنه؟ عیسی میدونه که ما نیاز داریم، ما نیاز داریم با مسیح وارد رابطه شویم. او همیشه قدم اول رو برمی‌داره. وقتی در این داستان متوجه میشیم عیسی قبل از زن سامری به چاه رسیده بود و او میتونست نیاز خدا برطرف کنه. و وقتی ادامه میدیم جلوتر، وقتی شاگردان برای مسیح میخواین خوراک بیارن، عیسی میگه که خوراک ما چیز دیگری است، اراده پدر خدا به جا بیارم. او میتونه خوراک خدا به دست بیاره، او میدونه که چطور خوراک خدا برطرف کنه و یا نیازهای خورد و خوراک و نوشیدن خدا برطرف کنه. ولی او از زن سامری او طلب میکنه، میخواد با او وارد رابطه شود و به او یک چیزی را گوشزد کنه. و بعد چی میگه عیسی در داستان که میخوانیم؟ عیسی اشاره میکنه که اگر بدانی چه کسی از تو او میخواد، از او میخواسته که به تو او بده. و وقتی آب رو بخوری، وقتی آبی رو که از من دریافت کنی بخوری، هرگز تشنه نخواهی شد و در واقع در درون تو یک چشمه جوشان و خروشان از او بیرون میزنه و نه تنها باعث سیری تو میشه، بلکه باعث سیری دیگرانی میشه که در پیرامون و اطراف تو هستن. وقتی عیسی دوباره به زن این موضوع را اشاره میکنه که اگر بدانی چه کسی از تو او میخواهی و تو از او او میخواستی، زن به او میگه که تو که سطل نداری. و بعد بر از او میگه آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی؟ و که او به فرزندانش یا گله های فرزندانش او داد که اونها رشد بکنن. بعد عیسی میگه که او آبی که من به تو میدم مثل این آب نیست که دوباره تو را تشنه بسازه، بلکه او آبی زنده است و باعث میشه که از وجود تو نهرهای آب زنده بیرون بزنه تا باعث شفا و نجات دیگران حتی شود. وقتی به اینجای داستان میرسیم متوجه هدف دوم مسیح میشیم که هدف دوم مسیح نجات یک شخص از گناه است. و او اشخاص برای مسیح مهم هستند، چه زن، چه مرد، چه سامری، چه یهودی، یا چه یهودی، چه غیر یهودی. اشخاص برای مسیح مهم هستند. چرا؟ چون او میخواهد که اونها را نجات بده. ولی برای از اینکه اونها را نجات بده باید از خودشان طلب کنه، باید اونها اجازه بدن. عیسی از او طلب کرد، او طلب کرد، گفت اجازه بده من وارد زندگی تو شوم. عیسی مسیح میگه بیایید نزد من ای تمامی گران باران و زحمت کشان، من به شما آرامش میدم. عیسی مسیح میگه پشت در استادم دروازه رو میزنم، اگر کسی در باز کنه من آمده با او هم سفره میشوم. عیسی اشاره به این موقعیت میکنه که ما باید به او اجازه بدیم، چون اگر اجازه ندیم او نمیتونه ما رو شفا بده. در این داستان او وقتی به زن سامری میگه که اگر از من بخوایی من چنین آبی به تو میدم، زن میگه که پس ای استاد، ای سرورم، من میخوایم این آب، من میخوایم برای من بته. بعد عیسی مسیح او را وارد یک آزمایش میکنه.
شاید تا امیالی زن سامری بارها و بارها از مسیح پرسان کرده، سوالات مختلفی پرسان کرده و مسیح با حوصله پاسخ تمام سوالاتش را داده. ولی در اینجا عیسی مسیح از او پرسان میکنه و میخواد او را با خودش روبرو کنه. میگه برو شوهرت رو بیار و او زن در صداقت پاسخ میده شوهر ندارم. عیسی مسیح خودش رو بر او آشکار میکنه. زن سامری با خود روبرو میشه و او درون خودش شناسایی کرده و او را بیرون میاره عیسی و زن سامری میگه که شوهر ندارم. عیسی مسیح میگه راست گفتی، چرا که 5 تا شوهر داشتی و جدا شدی و یا جدا نشدی، به هر صورت با 5 مرد بودی، با 5 نفر ازدواج کردی و این نفر آخر که نفر ششم هست این همسر تو نیست و با او داری زندگی میکنی. در واقع عیسی زن سامری را تشویق میکنه که با خود روبرو شود و با حقیقت و با راستی به حضور مسیح بیاید تا مسیح بتونه او را نجات بده از گناه، از تنهایی، از انزوا. او در سالها و روزهای بسیاری در تنهایی میامده او میبرده. او بسیار اذیت شده بوده و تنهایی شدیدی زندگی او را در بر گرفته بوده که او در او ساعت خاص از روز میامده برای بردن او، برای نیازی که در زندگیش داره و معلوم نیست چقدر قضاوت شده، مورد لعنت و یا نگاه پر از قضاوت اشخاص پیرامون خودش قرار گرفته. پس اینجا میبینیم که عیسی او را از گناه نجات میده. مورد دوم میتونه نجات ما از گناه باشه. اجازه بدیم که عیسی وارد چاه‌های زندگی ما شود. پنهان نکنیم، در حضور مسیح آشکار باشیم، با او وارد رابطه شویم، چون چاه‌هایی که در زندگی ما هست ما را میبره در تنهایی، چون گناه ما را تنها میکنه، گناه ما را منزوی میکنه. ما از حضور خدا فرار میکنیم و میگیم که او دیگه صدای مرا نمیشنوه، او دیگه در من نگاه نمیکنه. اجازه ندید که گناه شما را ببره به این چاه تنهایی و بیایید به حضور خدا، با او وارد رابطه شوید، او را دعوت کنید تا شفا بیاید، تا از این تنهایی برایید. مورد بعدی که با زن سامری، در داستان زن سامری ما با او روبرو میشیم، آشکار ساختن خداوند است. زن سامری وقتی متوجه میشه که با چه کسی وارد رابطه شده، باز هم یک سوالی پرسان میکنه. اول که عیسی مسیح برای زن سامری خودش رو آشکار میکنه و برای اون میگه که تو با 5 تا مرد بودی و امیالم با مردی که زندگی میکنی او همسرت نیست. 5 تا شوهر داشتی و مردی که عالی با او زندگی میکنی او شوهرت نیست و ای را برای اون آشکار میکنه. و بعد او وقتی آشنا میشه با این موضوع، با خودش، با مسیح، میگه مگر تو نبی هستی و یا تو مسیح هستی؟ بعد عیسی اینجا خود بر زن سامری آشکار میکنه، میگه بله من مسیح هستم. اولین جایی که عیسی مسیح خود آشکار میکنه در این قسمت هست که عیسی خود معرفی میکنه در انجیل یوحنا باب 4، میگه بله من اون مسیح نجات دهنده هستم. و باز دوباره زن سامری سوال دیگری پرسان میکنه، میگه در یهودیان میگن که خدا رو باید در معبد پرستش کرد و اینجا مردمان ما که اونها هم خدا رو میپرستن میگن باید در این کوه پرستش کرد، چون اولین بار در این کوه خدا با قوم بنی اسرائیل و موسی صحبت کرد و شریعت رو به اونها داد. بعد به نوعی سوال پرسان میکنه که خدا پس کجا پیدا میشه، خدا رو در کجا میشه پیدا کرد؟ عیسی میگه که خدا را نه در معبد و نه در این کوه، بلکه در درون خود، در اون جایی که باید باشه. میگه زمانی میرسه که خدا را نه در این معبد، نه در این کوه، بلکه در روح و راستی. منظورش حضور روحانی خدا در درون معبد اصلی هست، بدنهای ما که معبد خداوند هست، حضور روح خدا در درون ما، که ما به خاطر پرستش خدا دیگه لازم نیست بریم در معبد یا بریم در کوه یا هر مکان یا هر زیارتگاهی که سرگردان باشیم که خدا رو کجا پیدا کنیم تا از این تنهایی براییم، تا گناهان ما بخشیده شود، تا ما احساس آزادی و آرامش بیشتری داشته باشیم. عیسی مسیح اینجا اشاره میکنه نه در این کوه، نه در معبد، و
بلکه در روح و راستی، در اون جایی که خدا حضور داره. خدا اینجا در این داستان حضور داشت، در برابر زن سامری مسیح نجات دهنده حضور داشت، خدا اونجا حضور داشت و زن سامری را فهمید. چرا؟ چون متوجه خود شد، متوجه گناهان و خطاهای خود شد، متوجه توجه خدا به او شد. در این ملاقات عیسی آمده بود که او را از این تنهایی نجات بده. او نه در معبد از این تنهایی خارج می شد، نه در او کوهی که دیگران خدا را پرستش می کردن. او تنها در ملاقات با خدا بود که آزاد می شد. تنها در ملاقات با خدا بود که شفا را پیدا می کرد. امروز من و شما چقدر به دنبال این ملاقات و احیا شدن در این ملاقات هستیم؟ چقدر در این چاهای تنهایی که برای خود ساختیم در انزوا، در فرار، در عدم صداقت قرار میگیریم و اجازه نمیدیم که عیسی جانی تازه به ما ببخشد؟ ما هم باید یاد بگیریم و از این چاه براییم، از این چاه تنهایی فاصله بگیریم و با مسیح یکی شویم. اجازه بدیم که مسیح وارد شود و ما را شفا بده. وقتی زن سامری متوجه میشه، وقتی سوال پرسان میکنه، ما را باز متوجه یک موضوع دیگه میکنه. ما و شما هم سوالات زیادی در زندگی خود، در ایمان خود، در باور خود داریم. آیا نمیتونیم این سوالات رو از مسیح پرسان کنیم؟ آیا نمیتونیم با او وارد رابطه شویم؟ چرا نمیتونیم؟ آیا دیگر اقوام نمیتونن سوال بپرسن؟ آیا نمیتونن با مسیح وارد رابطه شوند؟ وقتی هدف اول رو با هم مرور کردیم، مسیح نزدیک میشه به دیگر اقوام، به سامریانی که نجس و نمیفهم کافر قلمداد میشدن. عیسی نزدیک میشه که جواب سوالات اونها رو بده. عیسی نزدیک میشه که خود معرفی کنه و عیسی نزدیک میشه که نجات بده اونها رو از گناه. وقتی زن سامری او سوال رو پرسان میکنه که عیسی بر از او پاسخ میده که زمانی میرسه که فرزندان خدا نه در کوه، نه در اورشلیم، بلکه در روح راستی خدا رو پرستش میکنن، زن سامری یک دفعه به وجد میآید. یک دفعه پر از شور و شوق و حرارت میشه، بلند میشه و میدوه و کوزه او حتی رها میکنه. از خاطر کوزه او تا اونجا آمده بود، از خاطر او آمده بود و میدوه به سمت مردم خود و به اونها میگه که من مسیح نجات دهنده را پیدا کردم. کسی که گناهان مرا بر من گفت، کسی که مثل شما مرا قضاوت نکرد، شما مرا قضاوت کردید ولی او مرا شفا داد، او مرا آزاد کرد، او مرا به خود نشان داد و این میتونست بر من شفا باشه. سالهای سال در تنهایی بودم، در قضاوت بودم، در سختی بودم، ولی اولی آزاد شدم. سالهای سال به دنبال آرامش و شادی بودم ولی به دست نمی آوردم. 5 بار ازدواج کردم و امیال با کسی زندگی میکنم که شوهر من نیست. من بیشتر از هر کس دیگه ای به دنبالش شادی بودم ولی او را پیدا نکردم جز در این ملاقات با مسیح. جز در این ملاقات با مسیح من اون شادی حقیقی، اون آب زنده را به دست آوردم و اون میدوه به سمت قوم خودش، به سمت مردم سامره و اونجا فریاد میزنه که من مسیح نجات دهنده را پیدا کردم و اونها رو دعوت میکنه که بیاین و با مسیح ملاقات کنن. مردم وقتی میاین با مسیح ملاقات میکنن، خودشان متوجه میشن. وقتی با او صحبت میکنن، وقتی از او پرسان میکنن، وقتی او را میبینن، خودشان متوجه میشن و این را میگن که ما به خاطر از اینکه خودمان دیدیم و با او وارد رابطه شدیم ایمان آوردیم و او را شناختیم. درست است که تو دلیلی بودی، درست است که تو آمدی و عیسی را آشکار کردی برای ما، عیسی را معرفی کردی، ولی خود عیسی دلیل اصلی هستش که ما به او ایمان آوردیم. امروز ما و شما چطور در ملاقات با خدا قدر هیجان زده و پرشور و پرحرارت شدیم؟ آیا نجات و سلامتی و شفا را در زندگی خود تجربه کردیم؟ آیا به خود اجازه میدیم که مسیح را به دیگران معرفی کنیم، فریاد بزنیم و به دیگران معرفی کنیم که او ما را بر خود ما آشکار کرد، او مرا بر خود ما آشکار کرد، خطای مرا بر خود ما آشکار کرد، اشتباهات مرا آشکار کرد و مرا داوری کرد، ولی نه داوری از جنس مردم دنیا، داوری از محبت و رحمت خداوند و او به من اجازه داد که باز هم وارد زندگی شوم. آیا ما میتونیم مثل زن سامری بدویم به سمت قوم خود، به سمت مردم خود، اونهایی که امروز در
خطا و اشتباه هستن، اونهایی که برای پیدا کردن خدا به هر زیارتگاهی میرن، اونهایی که برای به دست آوردن امید و یا تنها نماندنشان دست به هر آیینی میزنن، هر کاری انجام میدن تا یک ذره امید وارد زندگیشون شدن، از این زیارت در دیگر زیارت میرن، از این آیین مذهبی آیین دیگه ای را انجام میدن برای از اینکه امید به دست بیارن و یا اینکه احساس کنن تنها نیستن و خدا اونها رو تنها نمانده و بیشتر شریعت خدا بیشتر و بیشتر تکرار میکنن تا اینکه از تنهایی براین ولی تا امیالی بیرون نشدن. خدا رو در کجا میشه پیدا کرد؟ حضور خدا رو در کجا پیدا میشه کرد؟ خدا در جایی حضور داره که در اونجا دعوت شوه، در اونجا پرستیده شوه. خدا در جایی حضور داره که ما به حضورش بریم و او را بطلبیم. کلام خدا میگه روح خدا در حد حسادت مشتاق شما است. او دروازه را میزنه و ما اگر در باز کنیم او آمده با ما هم سفره میشه. دعا میکنم که حضور خدا همواره با شما باشه و شما در این حضور زندگی کنید و مردمان پیرامون شما متوجه این حضور در زندگی شما شوند. خداوند شما عزیزان رو برکت بده. ای سرور آسمان، آمدی به این جهان، گشتی چون غلام، بهر ما مردمان، بهر ما مردمان، با دست مقدسم شفا دادی بیماران، دینا ساختی کوران، زنده ای را زرهای زمان، زنده ای را زرهای زمان، کار تو تبدیل است از موت به حیات، از ملکوت ظلمت حیات، از ملکوت ظلمت به ملکوت حیات. خدا رو شکر برای کلام خداوند. چقدر زیبایی کلام رو برادر دانیال عزیز با ما در میان گذاشتن و ای که او زن به خداوند اعتماد کرد و زندگی از او تبدیل شد. امروز خدایی رو میپرستیم که از گذشته ما آگاه هست، حال با ما زندگی میکنه و او از آینده ما رو در دست داره، آینده‌ای که نیک هست و مبارک هست. اعتماد کردن به او ارزش داره. پس موافق هستیم که با هم دیگه دعا کنیم برای از کلام و باز هم اعتماد کنیم به راه‌های از او، به گفته‌های از او، به پلان‌های از او. خدا رو شکر میکنیم برادر دانیال جان. همینطور از شما خواهش میکنیم که دعا کنیم برای کلام، برای عزیزای ما و ما رو برکت بدیم. شما دعا کنین و کلیسا با شما همراه میشه. بله خواهر شنود جان، دعا میکنیم با هم به حضور خدا میریم و میطلبیم که واقعا خدا ما را آزاد کنه از چاه های تنهایی، از او لحظات سختی که شاید احساس تنهایی کنیم. به حضور خداوند بریم. خداوند تو رو میپرستیم، تو رو دعوت میکنیم، میدانیم که بارها در خطا بودیم، اشتباه کردیم و تو ما رو بخشیدی، احیا کردی، بلند کردی. امروز هم به حضورت میاییم و دعا میکنیم که خداوند ما رو متوجه خود بساز
و ما رو برکت بده تا خداوند اگر خطایی هست به حضورت بیاریم در سلامتی، در صداقت. میدانیم که تو شفا دهنده و بخشنده هستی خداوند. به ما قوت و بخش تا تو رو فریاد بزنیم در زندگی، رفتار، گفتار، در بین قوم و مردم خود خداوند. به نام مقدس مسیح دعا کردم. آمین. آمین. در نام پرجلال و پرقدرت و ارزشمند عیسی مسیح ما هم آمین میگیم به دعای پربرکت. عزیزان دل خداوند، بیشتر از این وقت شما را نمیگیریم و اما طور که همیشه میگم در بین هفته و روز جمعه با هم خواهیم بود و تا دیدار دیگه، صحبت دیگه، تعلیم دیگه، همراه بودن و مشارکت روحانی دیگه، همه شما عزیزان دل و دستان از خدای محافظتگر به دستان از خدای وفادار میسپاریم. صلح و سلامتی خداوند ما عیسی مسیح با هر یک از شما عزیزان باشد و بماند. خداوند یار و نگهدار شما باشد.